بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت دوستان. مجدد عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم و تشکر ویژه از شرکت نانو الوند و شرکت اورکید فارمت. خب جلسه دوم نورو رادیولوژی رو شروع میکنیم و سعی کردم در این جلسه، در این جلسات به طور کلی، غیر از اینکه فوکوس به صورت کامل روی ایمیجینگ هست، نکات به نسبه جدیدی رو بگم و در ضمن نکاتی که کمتر بهش پرداخته میشه ولی خب اهمیت داره دونستن اینها. جلسه امروز ما در مورد فایندینگ های MRI در خود مولتیپل اسکلروسیس هست و یک جلسه بعدیش ما در مورد MS میمیکرها صحبت میکنیم که خب بحث خیلی مفصل و بحث خیلی جدی هست، ولی خب قبلش ما باید حتما بدونیم در MS ما چه ویژگی های MRI رو داریم، چه ورینت هایی در واقع وجود داره. همه اینها بسیار در تشخیص به ما کمک میکنه. خب این کرایتریای مگنیمز 2016 که کرایتریای در واقع ایمیجینگ بیماری ام اس هستش، یه سری چیزها مثل قبل بوده، یه سری چیزها عوض شده. از جمله گفته میشه که از نظر کرایتریا وقتی ما میخوایم در مورد دیسیمینیشن این اسپیس بیایم صحبت بکنیم، میگه از 5 مورد زیر ما باید 2 مورد رو داشته باشیم، یعنی زایات پریونتریکولار شما بگیرید، اپتیک نرو، جوکستا کورتیکال یا کورتیکال، اینفراتنتوریال و اسپاینال کورت. خب جزئیات در جدول هست، ما نمیخوایم جدول رو با هم بحث بکنیم، فقط اینجا میخوایم این رو بیایم بگیم، ببینیم، دقت بکنیم ضایعاتی که در واقع معرف بیماری ام اس هستن، این ضایعات کدوم ها هستن و در واقع چه چیزی رو میان، کجا رو ما باید بیایم و دقت بکنیم. یکی اینکه پریونتریکولار باشن، یکی اینکه جوکستا کورتیکال باشن، یکی اینکه اینفراتنتوریال باشن و اسپاینال کورد رو اومده باشن درگیر کرده باشن. خیلی اینها به داد ما میرسه. مثلا اگر یک جای شک داریم ولی میبینیم که اسپاینال کورد ما، برین ما مشکوکه اما اسپاینال کورد ما درگیری رو داره، خب خیلی این به نفع اینه که ما با یک بیماری دیمارینیتینگ روبرو هستیم. در مگنیمز 2016 دو تا ویژگی اضافه شد. یکی اپتیک نرو بود، یعنی اگر شما پلاکی در اپتیک نرو هم داشته باشید میتونه به عنوان دیسیمینیشن این اسپیس بیاد. و یکی این که به غیر از جوکسا کورتیکال، پلاک های کورتیکال هم اومدن و معرفی شدن. آقای فیلیپی که خب رادیولوژیست خیلی بزرگی هم هست، در رادیولوژی ام اس در واقع کار میکنه، خیلی نور رادیولوژیست هستن، ایشون در واقع خیلی کوشش کرد و به هر صورت پلاک های کورتیکال هم اومد و در مگنیمز وارد شد. مشکلی که پلاک کورتیکال داره اینه که خیلی وقتا به خصوص در نمای T2 این ممکنه که دیده نشه، با مایه CSF اطراف در واقع ترکیب بشه و ما اون پلاک کورتیکال رو نبینیم، و یا اینکه با آرتیفکت ها، و خیلی وقتا اینها دیده نمیشن. مشکلی که پلاک کورتیکال در واقع داره اینه. خب به صورت تیپیک ما وقتی که در مورد بیماری ام اس و پلاک های ام اس میایم و صحبت میکنیم، این نمایی هست. من این عکسو خیلی دوست دارم، بارها هم گذاشتم، این از سایت های بارکوف هست. در همونجوری که دارید میبینید کاملا نشون داده که ضایعات کجا باشند که ما بهش بگیم که این ضایعات، ضایعات دیمارینیتینگ هستند. میبینید ضایعات در پریونتریکولار باشن، نمای قرمز پریونتریکولار اطراف تمپرال ما رو در واقع اومده و درگیر کرده. نمای عکس آبی رو که ما داریم میبینیم کارپوس کالوزوم ما رو درگیر کرده. فلش زردی رو که ما داریم میبینیم پریونتریکولار هست و فلش سبزی رو که ما داریم میبینیم جوکسا کورتیکال رو اومده و درگیر کرده. این خیلی خیلی به ما کمک میکنه، یعنی یادمون باشه خیلی وقتا ما اشتباهاتی رو که انجام میدیم اینه که پلاکای ساب کورتیکال هستن و این پلاکای ساب کورتیکال رو ما به عنوان پلاکای ام اس در نظر میگیریم. یادمون باشه اگر میخوایم
تشخیص دیمالینیتینگ رو بذاریم، تشخیص ام اس رو بیایم بذاریم، تو این نواحی باید دنبالش بچرخیم. در تمپورال رو بریم نگاه کنیم، اطراف بطن و کات ساجیتال رو بیایم نگاه بکنیم، آیا پلاکای عمود بر کارپوس کالوزوم رو داریم، جوکستا کنتریکار ما آیا درگیره، پری ونتریکولار ما آیا درگیره. اینها هستن که به ما در تشخیص بیماری ام اس بسیار کمک میکنن. خب اول در مورد کلاسیک تایپ ام اس صحبت کنیم، بهش میگن چارکو تایپ. خب چارکو همون جوری که میدونید چارکو یک نورولوژیست بسیار بزرگ فرانسوی بود و کسی بود که به شکل علمی برای اولین بار بیماری ام اس رو اومد مطرح کرد. خیلی جاها رد چارکو رو میشه دید و اسمش در جنبه های مختلف نورولوژی در واقع باقی مونده. خب این چارکو تایپ هست، یعنی یک ام اس تیپیک. شما وقتی که میخواید ببینید یک ام اس به این شکل، زایعات اووئید هستن، پریونتریکولار هستن، عمود بر بطن هستن، دو طرفه در واقع اینها هستن. این یک سری زایعات تیپیکی هست که ما در بیماری ام اس مشاهده میکنیم. این نمای ساجیتال، حتما حتما به نمای ساجیتال به شدت شما بیاید و توجه بکنید. نمای ساجیتال خیلی خیلی در تشخیص به ما کمک میکنه. من وقتی که امارای میان، یا گاهی که مثلا امارای کیفیت هم نداره، به خصوص این اتفاق میفته، میام اگزیار رو نگاه میکنم، نمیتونم بگم که این آیا پلاک ما واقعا پریونتریکولار هست یا نه، یعنی آیا اومده ونتریکولار شما رو تاچ کرده یا نکرده. چیزی که به من خیلی کمک میکنه وقتی میام نمای ساجیتال رو میبینم، و در نمای ساجیتال وقتی اون نمای داوسون فینگر رو شما دارید میبینید. چرا نمای داوسون فینگر اتفاق میفته؟ چون این پلاک ها در مسیر اون ونول ها هستن که در واقع میان، پری ونول ها هستن که میان شکل میگیرن. به خاطر همون شما نمای داوسون فینگر رو شما میاید میبینید، نمایی که مثل انگشت دست میشه. به خاطر همین وقتی که میایم میبینیم که اینا عمود بر کارپوس کالوزوم هستن، خیلی به ما کمک میکنه. خیلی وقتا میای میخوایم ببینیم که این در واقع به چه صورتی هست، میایم و میبینیم که نه، اصلا انگار که این کارپوس کالوزوم ما اسپیر هستش و ما در این نما هیچ درگیری از کارپوس کالوزوم رو ما نمیبینیم. این هم باز به ما کمک میکنه که ما افتراق بدیم که این دیمالینیتینگ نیست. ان شاءالله این در جلسه بعد که من ام اس میمیکر ها رو میگم کاملا این رو توضیح خواهم داد. خب ما در نمای تیبا خیلی راحت از نمای تیبا میگذریم. نه، ما در جلسه قبل نورورادیولوژی صحبت کردیم خیلی جاها این نمای تیوان در واقع میاد به ما کمک میکنه. اگر در تیوان ما زایه هایپر باشه، اصلا بحث ما به صورت کلی متفاوته. اما بحثی که ما اینجا داریم در مورد مالتیپل اسکلروسیس، اونم چارکو تایپ میشستش. در اینجا شما چیزی رو که میتونید ببینید بلک هوله. بلک هول به شما خیلی کمک میکنه. باز اگر بلک هول رو دیدید، این شانس که شما با یک بیماری در واقع دیمالینیتینگ روبرو هستید بیشتر خواهد بود. همونجوری که دارید میبینید زایعات بلک هول متعدد رو در این بیمار دارید میبینید. یک بیمار تیپیک با یک MRI تیپیک مولتیپل اسکلروسیس. خب اینجا بیایید نگاه بکنید، یک زاویه جوکستا کورتیکال، MRI با تزریق است. این زاویه جوکستا کورتیکال، کورتکس رو درگیر نکرده، کاملا جوکستا هست. جوکستا بس چی هست؟ دقیقاً تاچ باید بشه به کورتکس، میشه جوکستا کورتیکال. با ساب کورتیکال نباید اشتباه بشه. ساب کورتیکال کاملا نان اسپسیفیک هست و در دسته بسیار وسیع از بیماری ها ما میتونیم ساب کورتیکال رو ببینیم. خب چیز دیگه‌ای که در تشخیص ام اس به ما کمک میکنه، MRI گردن هست. MRI به طور کلی نخا هست. MRI نخا به ما خیلی خیلی در واقع میاد و کمک میکنه. همون جوری که دارید میبینید یک زایعه ای رو ما داریم میبینیم، در منطقه سرویکال خودش هست، یک مقدارم ادم داره. طول زایعه همون جوری که دارید میبینید شورت سگمنت. ما LETM معمولا کمتر در بیماران ام اس میبینیم. اگر هم ببینیم معمولا ناشی از زایعات کانفلوئنت نخاع است که اینها به هم دیگه چسبیده هستند، یعنی متعدد بوده و به هم چسبیده هستند. زایعاتی که شما دارید زایعات شورت سگمنت، بیشترین جایی که در نخاع میبینیم نخاع سرویکال هستش و نخاع توراسیک و مناطق پایین تر
عملاً کمتر این ضایعات در واقع چی میشه دیده میشن. در NMO و در MS بیشتر این ضایعات نخاعی رو ما در ناحیه سرویکال میبینیم. غیر از اینکه ضایعات سرویکال در بیماری MS شورت سگمنت هستن، نمای اگزیال به ما خیلی خیلی کمک میکنه. برای دیدن نمای اگزیال باید عادت بکنیم، باید حتما ببینیم. همونجوری که دارید میبینید اومده پریفری رو درگیر کرده در بیماران MS. بس ضایعاتی که در سرویکال ما میبینیم، در کورد میبینیم، کوتاه شورت سگمنت هستن و معمولا اینها میان چی رو درگیر میکنن؟ پریفری رو درگیر میکنن. درگیری سنترال اگر داشته باشیم این بیشتر به نفع نورومایلایتیس اپتیکا هستش. خب این هنس هم میتونه بکنه و همینجوری که دارید میبینید اینجا رینگ انهانسمنت رو شما دارید میبینید. باز رینگ انهانسمنت نمایی است که ما در MS میبینیم، در NMO میبینیم، در بعضی تومورا مثل آستروسایتومای نخاع هم ما ممکنه که این رینگ انهانسمنت رو ببینیم. خب اون شارپ تایپ بود، همه دوستان باهاش آشنا هستن، فرم تیپی که بیماری MS هست که ما میخوام فرم تیپی که بیماری MS هست که ما میبینیم و چیزی هست که بر همون مبنا ما تشخیص میدیم. نکته مهمی که در اونجا در فرم تیپیک هستن MS میمیکرها هستن، اینکه ما چجوری MS تیپیک رو از MS میمیکرها بیاییم و تشخیص بدیم که بحث ایشالله جلسه بعدی کورس ما به MS میمیکرها اختصاص خواهد داشت. اینجا بیاییم حالا یک سری از فرم های آتیپیکال بیماری MS رو ببینیم. اولیش تو مفکتیو MS هست. هم خود MS میتونه زایات تو مفکتیو لیژن به ما بده، یادمون نره. هم این تو مفکتیو دیمایلینیتینگ لیژن ها میتونن به تنهایی باشن، یعنی ما حتی سینگل تو مفکتیو دیمایلینیتینگ لیژن داشته باشیم. هم تو مفکتیو دیمایلینیتینگ لیژن ها میتونن ثانویه به داروهایی باشن که در بیماری MS استفاده میشه. دو تا دارو هستن که اینها توموفکتیو لیژن میدن. اولیش فینگولیمود هست که میتونه توموفکتیو لیژن بده، دومیش تایسابری هست. لذا گفته میشه اگر بیماری اومد با توموفکتیو لیژن، بیماری که MS هست و توموفکتیو دیمایلینیتینگ لیژن دارد، میگن دو تا دارو رو شما به اینها ندید. یکی فینگولیمود رو به بیمار ندید، دیگری تایسابری رو به بیمار ندید. چرا؟ چون گفته میشه احتمالاً بیشتر بیسل ها هستن که در توموفکتیو ها نقش دارن و وقتی شما داروهایی مثل فینگولیمود یا تایسابری که تیسل رو میزنن میدن، ممکنه که باعث فلیر آپ بیماری بشه. تعریف توموفکتیو دیمایلینیتینگ لیژن به ضایعات دیمایلینیتینگی گفته میشه که اینها طول بیشتر از 2 سانتی متر رو داشته باشن. آیا در گردن هم ما ممکنه توموفکتیو لیژن باشیم؟ گزارش هایی در مورد گردن در توموفکتیو لیژن ها شده، یه گزارش هم خود من انجام دادم و ولی مثل برین انقدر شسته رفته و انقدر جمع جور در واقع نیست. ولی همین ضایعات توموفکتیو که بیان و کورد رو هم اکسپند بکنن، گزارشاتی در لیترچر وجود داره. خب این یک ضایعه‌ای هست کاملا توموفکتیوه. خیلی میشه این ضایعه رو دید، حد زد که این دیمایلینیتینگ هست، با تومور اشتباه نمیشه. میدونید که مهمترین میمیکر توموفکتیو ها خود تومور ها هستن و خیلی وقتا ما باید بیایم و اینها رو از هم دیگه افتراق بدیم. خب این ضایعه توموفکتیو هست، همونجوری که دارید میبینید در اطراف بطن هست، خیلی عمقی هست. همین که در اطراف بطن پریونتریکولار، یک مقدار ذهن آدم رو میبره به این که این احتمالاً دیمایلینیتینگ هست و با این حجم بالا ادمی که ایجاد کرده خیلی ادم اندکی است. باز این هم به نفع اینه که ما حدس بزنیم این باید دیمایلینیتینگ باشه. همونجوری که دارید میبینید یک بلک هول ایجاد کرده، اینا خیلی وقتا ممکنه آسیب‌های خیلی شدید و بلک هول رو بیان ایجاد بکنن و اینم نمای انهانسمنت. خیلی وقتا نمای انهانسمنت به ما کمک میکنه. اگر دیدید یک زاویه توموفکتیوی انهانس کرده و انهانسش انهانس اینکامپلیت و رینگ انهانسمنت هست، باز ذهنیت ما خیلی میره به این که این بخواد و در واقع یک توموفکتیو دیمایلینیتینگ باشه و تومور نباشه. خب گاهن خیلی مشکل هست، گاهن نمیشه اینها رو از هم دیگه افتراق داد، گاهن انقدر شکل و شمایل اینها سخته که آدم میمونه اینها واقعا آیا لیژن مربوط به دیمایلینیتینگ هستن یا اینکه یک تومور هستن.
اینجا یه زاویه رو شما دارید میبینید، یک زاویه خیلی بزرگی هست. به نظر میرسه که این زاویه ما یک زاویه توموفکتیو دیمایلیتینگ باشه. چرا؟ چون کامل نیست، بعد وسطش در واقع اون دنسیتی هموجن رو نداره، آدم فکر میکنه که احتمالاً باید یه پلاک دیمایلیتینگ رو ببینه. تیتوش رو میاد میبینه، میبینه که زاویه یه جوریه، این زاویه مقدار هتروژنه. دقت که بیایم بکنیم یه مقدار خود زاویه انگار که دنسیتی های مختلفی رو در واقع اومده و داره، اینتنسیتی های مختلفی رو داره، یه خورده آدم رو به شک وادار میکنه آیا این زاویه که من اینجا دارم یک توموفکتیو دیمایلیتینگ لیژن هست یا اینکه نه، این ممکنه که یک زاویه عروقی یا یک زاویه اصلا تومورال باشه. چیزی که همیشه دقت بکنید به اینه که آیا به غیر از این زاویه شما زاویات اقماری یا زاویات دیگه ای هم داریم یا نداریم، چون وقتی ما زاویات دیگه ای هم داشته باشیم خیلی به نفع این میشه که ما با یک در واقع توموفکتیو در واقع بیایم و روبرو باشیم. این خیلی خیلی به ما میاد و کمک میکنه. همینجا اگر نگاه بکنید، این غیر از این زاویه بارزی رو که ما داریم در فرونتال چپ، در فرونتال راست یک نقطه خیلی کوچیک هایپر اینتنس داریم در ناحیه ساب کورتیکال میایم میبینیم. همین نقطه به ما کمک میکنه که نکنه این بیمار ما دیمایلیتینگ هست. پس میریم جلوتر ببینیم آیا سکانس های دیگه به ما کمک میکنه. میریم جلوتر آو بدتر شد، یه MRI با تزریق هم شده مثل این داتر سیستا شد، آدم فکر میکنه که این الان نکنه که این یه اصلا یک مثلا سینگل سیستی سرکوسیس در واقع بیاد باشه، مثال دارم میگم، یا کیست ایداتیک باشه با این شرایطی که داره. خب تشخیصو خیلی سخت کرد، ولی این نقطه هنوز داره ذهن منو آزار میده. خب اگر من سیستی سرکوسیس بخوام برای این بیمار تشخیص بدم، اگر برای این بیمار بخوام کیست ایداتیک بیام تشخیص بدم، با توجه به این نمای با تزریقی که داره، داتر سیستی که شما دارید در واقع میاد میبینید، خب بس اصلا کاملا مجزاست این باید آلبندازول و این مسائل بیاد بگیره. ولی این نقطه ای که وجود داره ذهن منو به خودش جلب میکنه که نکنه این بیمار من یک جور دیمایلیتینگ توموفکتیو هست، یه خورده شکلی که داره و شکل اینهانسمنتش بیزاره. میریم جلوتر، میریم میبینیم بله در کاتهای دیگه شما زاویات پریونتریکولار رو میبینید. بس اون یک زاویه توموفکتیو هست که در واقع در زمینه بیماری ام اس به وجود اومده، ولی شکلی رو که ایجاد کرده یک شکل آتیپیکه. اما تا همیشه به این آسونی نیست. یک بیماری رو به من مشاوره دادن، یک خانم جوانی بود و این بیمار با همیپارزی تظاهر پیدا میکنه، MRI تیپیک ام اس کردم درگیر، یه زاویه توموفکتیو هم داشت. بیمار کورتون گرفته بود، خوب نشده بود، همیپارزیه، برای من فرستادن که آیا پلاسما بکنیم یا نکنیم. من دیدم این زاویه توموفکتیو یه جوریه، این زاویه توموفکتیو دل پسند من نیست. با اینکه بیمار من تیپیک ام اس هست، ولی این زاویه زیاد زاویه خوبی جالبی نیست. ادم خیلی زیادی داده، یک مقدار شیفت میدلاین اومده داده. معمولا شما تو توموفکتیو ها معمولا چنین نمایی رو نمیبینید. بنابراین من چیزی که داده، این هنسی که داده یا این هنس عجیب و غریبی هستش، من فرستادم واسه بیوپسی. گفتم با این که بیمار ام اس رو حتما داره، ولی من نمیتونم این زاویه رو بگم که توموفکتیوه، با اینکه همه با هم تظاهر پیدا کرده بود. و رفت بیوپسی و جی بی ام در اومد، یعنی بیمار همزمان جی بی ام و ام اس با هم تظاهر کرده بودن و همیپارزیه به خاطر جی بی ام بوده، متاسفانه هم اکسپایر شد. بنابراین حواسمون باید خیلی باشه. گاهن اگر دیدیم زاویه خیلی تیپیکه، با اینکه این کلوها وجود داره، ولی نباید بگذاریم و حتما بیمار رو باید ورکاپ بکنیم و حتی بیوپسی بکنیم. ببینید مثلا این یک زاویه توموفکتیوه، توموفکتیو دیمایلیتینگ لیژن هست، اما واقعیت اینه که فقط و فقط با این نما هیچ کس نمیتونه تشخیص توموفکتیو دیمایلیتینگ لیژن رو بذاره. این رفته بیوپسی شده، به دنبال بیوپسی اومدن و تشخیص دیمایلیتینگ رو برای
برای بیمار گذاشتن. واقعیت اینه که آدم این رو میبینه بیشتر میگه توموراله، هم ادم خیلی زیادی رو داره، اومده بطن رو در واقع در اون سم خوابونده، یک اینهانسمنت خیلی بیزاری رو اومده ایجاد کرده. همه اینها به نفع اینه که این احتمالاً یک زایای تومورال بوده ولی این تومور فکتیو در اومده. پس اگر زاییت رو خیلی بیزار بود، با اینکه اون کلوها رو من خدمت شما عرض کردم، ولی حتما بیمار رو ورکاپ بیشتری بکنید و اگر هم نیاز بود حتما از بیمار بیوپسی به عمل بیارید. خب بعد از تومورفکتیو ما میرسیم به ماربورگ یا اکیوت مالیگنت فرم فولمیننت مولتیپل اسکلروسیس است. به شدت بیماری رو به سریعا میبره و بیمار رو میبره و در عرض کمتر از یک سال ممکنه که موجب فوت بیمار در واقع باشه. یک اکستنسی and fulminant acute demyelination رو ما در ترم ماربورگ داریم. ترمی هست که به اسم خود آقای ماربورگ، ماربورگ variant of multiple sclerosis اومده و ذکر شده. خب ما عرض کردم درگیری فراوان با ماکروفاژ ها داریم، یک التهاب خیلی شدیدی رو داریم، تخریب در واقع باف رو داریم، نکروز رو داریم، آکسونال دمیج رو داریم، خیلی خیلی وسیع میتونه بیاد با ضایعات خیلی بزرگ بیاد درگیر بشه. ماربورگ دو تا فرم داره. یه فرمش فرم در واقع معمولیه که ما میشناسیم، ضایعات خیلی خیلی بزرگ هستن، نگاه کنید، و واقعا اینها خیلی وقتا بجز با بیوپسی قابل تشخیص نیستن. این واقعا مثل توموره، اصلا این توموره، همون عرض کردم فولمیننت مالیگنت، همینجوری اکیوت میره جلو و میتونه بیمار رو اکسپار بکنه. یک زایه خیلی بزرگی رو شما در مخچه میبینید، بطن چهارتون رو کاملا بسته، اصلا کاملا آدم فکر میکنه که این توموره ولی این ماربورگ دیمایلینیتینگ هستش. باز در اینجا زایه خیلی بزرگه، شیفت میدلاین اومده داده، کاملا اومده ارتشای خیلی وسیعی رو اومده، استراکچر و منطقه رو کاملا اومده به هم زده. باز این هم آدم فکر میکنه تومور هست، اینم رفته باز شده و جواب پاتولوژی اومده که این ماربورگ بوده و دیمایلینیتینگ لیژن بوده. خب این باز همونه، شما بیاید نگاه بکنید، این هم نمای در واقع با تزریقش هست، اینهانسمنتی رو که اومده گرفته، غیر از خود زایه که اینهانس کرده مننج اطراف ما هم اینهانسمنت رو داره. ببینید حتی ما معمولا اینجور اینهانسمنت ها رو در ام اس نمیبینید، ولی در اینجا شما ممکنه که شما بیاید و اینهانسمنت مننج اطراف رو هم شما بیاید و ببینید، میبینید زایه به چه شکلی است، که این یک ترمی از ماربورگ بوده بعد از بیوپسی اومدن و تشخیص دادن. فرم دیگه مالبورگ همونقدر مالیگننده ولی ضایعات کوچیک و متعدده. شما در واقع این ترم اومدید و دیدید که ضایعات خیلی بزرگی رو شما دارید، یا خیلی وقتا سینگل هستن، مثل تومور هستن خیلی خیلی بزرگ، ولی اون حالت توموفکتیو رو نداره، انگار ارتشا و خیلی وسیع اومده گرفته. خب در این ترم در شکل دیگه ضایعات کوچکتر هستن، متعدد هستن و وسیع هستن، و نگاه بکنید ببینید چجوری این هنس کرده. آدم فکر میکنه که نکنه مثلا توکسو باشه، اما اگر دقت بکنید بعضی از ضایعاش اوپن رینگ هستن، بعضی از ضایعاتش کلوز رینگ هستن، بعضیش نودولار اومدن این هنس کردن. همین تنوع به آدم کمک میکنه که این احتمالا دیمایلینیتینگ است و مسئله مثل توکسو و اینها در واقع نیستش. خب اینم یه ترمی مثل ترم ماربورگ هستش، خیلی این هم فولمیننت میره جلو و میتونه سریعا بیمار رو اکسپار بکنه. تو همه اینها به شدت باید بیمار رو کوبید، یعنی ماربورگ هایی که من داشتم همه ترکیب سیکلو و ریتوکسیمب به اینها دادم تا تونستم اینها رو استاپ بکنم، چون شدیداً اینها رو میبره طرف اکسپار شدن و طرف مرگ. مرگشون واقعا حتمی است به خاطر شدت تخریبی که میتونه توی مغز ایجاد بکنه. خب بعد از ماربورگ ترم دیگه که ما داریم ترم شیلدر هست، که خیلی در موردش بحث هست، همکارانی که متخصص اطفال هستن، نورولوژی اطفال، خیلی وقتا اصلا این ترم شیلدر رو ممکنه قبول نکنه، و دیدم شده که خیلی ها که به عنوان شیلدر اومدن و مطرح شدن، اینا در نهایت لوکودیستروفی بودن، و واسه همون صحبته که آیا ما این ترم شیلدر رو در واقع بپذیریم یا نه. اینها در سنین کودکی ایجاد میشه، خیلی ریره،
به شدت ریره و پروگرسیو، دیمارینیتینگ پروسس خیلی پروگرسیوی رو در واقع داره و به اسامی دیفیوز مایلینو کلاستیک اسکلروسیس یا دیفیوز سربرال اسکلروسیس هم شناخته میشه. خب به دلیل وسعت درگیری که داره میتونه علائم کاملا مختلفی رو داشته باشه. آفازی ممکنه به شما بده، اختلالات تعادل بده، دمانس بده، سردرد بده، اینکانتیننسی بیاد ایجاد بکنه، اختلالات پرسنالیتی بیاد به شما بده، ممکنه تشنج بیاد ایجاد بکنه، مشکلات بینایی در واقع بیاد ایجاد بکنه. در سال 1985 آقای پوزر من یک کرایتریا مطرح کرد. توجه به این کرایتریا خیلی جالبه. اول گفت یک یا دو تا زایه بزرگ، لارج بلاک، و اینها باید بیشتر از 2 سانتی متر باشن، مثل تومفکتی با. هیچ گونه لیژن دیگه ای نباید وجود داشته باشه. درگیری پریفرال نباید داشته باشن. چرا؟ چون عرض کردم خیلی از اینها لوکودیستروفی در اومدن و ما در لوکودیستروفی ها ممکنه درگیری پریفرال داشته باشیم. میگه درگیری پریفرال نداشته باشن. عذر میخوام. آدرنالشون درگیر نشده باشه، باز به خاطر لوکودیستروفی. لانگ چین فتی اسید بیان درش چک بکنم و نرمال باشه. و تازه همه اینا رو گذاشتیم کنار، تشخیص نهایی با پاتولوژیه. بدون پاتولوژی ما نمیتونیم شیلدر رو تشخیص بدیم. من تا به حال فقط یک مورد شیلدر دیدم، یک مورد که اون هم با پاتولوژی، و تشخیص گذاشتم پاتولوژی و گذاشت پاتولوژی گذاشت شیلدر و ما برای بیمار سیکلو رو شروع کردیم. خب نگاه کنید، این یک کیس شیلر هست، دو طرفه، دو تا زایه خیلی بزرگ، وسیع، دیفیوز اومده و درگیر کرده. حتما باید به خاطر همین که میتونه دو طرفه باشه، به خصوص عکس آخری که عکس کروناله خیلی با لوکودیستروفی میتونه بیاد و اشتباه بشه، بنابراین حتما میگه باید علل دیگر رو شما رد بکنید. لوکودیستروفی باید رد بشه، لانگ چین فتی اسید، اینا همه چی باید رد بشه، نرمال باشه و در آخر هم حتما باید بیوپسی رو برای بیمار انجام بدید. واقعیت هم اینه که در یک همچین زایعه ای من جرئت ندارم بدون بیوپسی بیام به بیمار ایمونوساپرسیو بدم. حتما باید بیوپسی رو داشته باشم تا این ترم مشخص بشه. باز اینجا یک نمای دیگه ای رو از شیلر دارید میبینید. زایعات شما دو طرفه هستش، دارید میبینید و میبینید که یک انهانسمنتی هم اومدن کردن. زایعات دو طرفه اومده و کارپوس کالوزوم شما رو هم رد کرده، از این سمت در واقع رفته تا اون سمت، میبینید این رو و میبینید زایعه خیلی وسیع. باز این رفته و بیوپسی شده و به دنبال بیوپسیش تشخیص شیلدر رو برای بیمار گذاشتن. خب تظاهر دیگه ای که بیشتر دیده میشه بالوه، بالو کانسنتریک اسکلروسیس رو خیلی بیشتر میبینیم، یعنی نسبت به شیلدر، نسبت به ماربورگ بالو خیلی بیشتر دیده میشه و بالو خستتی که داره مثل اونیون بال پس، مثل پوست پیازه، چندین تیکه لایه لایه در واقع است، مثل بولز آی هستش، مثل چشم در واقع گاو، بولز آی در واقع میان بهش میگن، یک همچین مشخصه ای رو بیمار داره. ریره ولی خب بیشتر دیده میشه و در واقع به خاطر اون لایه های متعدد با تغییر سیگنال، مثلا لو سیگنال، های سیگنال، لو سیگنال، های سیگنال که ما در MRI به خصوص در نمای T2 رو میبینیم، تشخیص بالو رو میان برای بیمار میذارن. خب در واقع این آلترنیتینگ که داریم به خاطر فازهای دیمایلینیشن و ریمایلینیشنی هست که در واقع میاد و اتفاق میفته. ما یه دیمایلینیشن داریم، لایه بعدی اون میلین ما حفظ شده، دوباره ما دیمایلینیشن رو در واقع میایم و میبینیم و یک حالت کانسنتریکی که کاراکتریستیک این بالو هست میاد و مشخص میشه. نما اینجا کاملا مشخصه در نمای T2 مثل پوست پیاز، پیازه که در واقع بیایم از این عرضش بیایم یه کات بزنیم، شما این لایه لایه در واقع دارید میاد میبینید. در این نمای T2 ما الان لایه لایه رو میبینیم، دیمایلینیشن، حفظ مایلین، دیمایلینیشن، حفظ مایلین، اونم نمای تیوانش هست که باز داریم میبینیم اون رو، مناطقی که اومده و اون دیمایلینیشن برای شما بلک هول ایجاد کرده و
نوایی ما بین این دوتا دیمارینیشن که کاملا این حفظ شده. خب باز اینجا نمای فلیر و نمای تیتو رو داریم. در نمای فلیر خیلی زیبا شما اون بالا رو دارید میبینید، اون مثل پوست پیاز هست، دقیقا انگار مقطع عرضی پیاز رو ما زدیم، لایه لایه شما دارید میایید و میبینید و ضرورت هم پروگنوز بیمار رو بعد نمیکنه بالا. خب تیپ های ام اس به پایان رسید. ما تیپ های ام اس رو گفتیم، انواع و اقسام این تیپ ها رو گفتیم، مهمترینش همون کلاسیک تیپ ام اس هست یا همون چارکو تایپ ام اس هستش. بیشترین چیزی که به ما مراجعه میکنه اون چارکو تایپ هستن و در اونجا خیلی مهم اینه که ما اینها رو از ام اس میمیکر ها در واقع بیایم و افتراق بدیم. خب در اینجا من میخوام یک مقدار بیشتر در مورد خود پلاک‌های MS صحبت بکنم، چند تا ساین رو در این پلاک‌های MS بیام بگم، ساین‌هایی که به ما میتونه کمک بکنه به تشخیص بهتر بیماری. اگر نگاه بکنید در اینجا یک چیزی که خیلی خیلی اهمیت داره، عکس بسیار زیبایی، اینه که پلاک ها در حول محور ونول ها میان شکل میگیرن. ما عرض کردم اون نمای داوبسون فینگری که ما داریم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه پلاک های ام اس در حول محور اون ونول ها هستن که اومدن و شکل گرفتن و چون ونول ها عمود هستن بر کارپوس کالوزوم، پلاک ها هم عمود میشن و شما اون نمای داوبسون فینگر رو در واقع میتونید بیاید و ببینید. در اینجا به چه صورتی هست؟ شما باز دارید میبینید یک سری وین هایی رو دارید میبینید، این وین ها خیلی نازک هستن و آروم آروم دارید میبینید که در اطراف این وین ها ما اون پلاک ها هستن که اومدن و همینجوری شکل گرفتن و ما اون پلاک ها رو اومدیم ببینیم. نکته مهم در اینجا هست که به غیر از اون پلاک هایی که میبینیم، ارتشای دیمایلیشن، ارتشای اینفلمیشن میتونه در طول اون ونول ادامه پیدا بکنه، مثل یک دنباله‌ای که ما انگار که به اون پلاک چی هستیم متصل هستیم. بنابراین حتما به این ساختار پلاک‌ها حتما بیایید توجه بکنید. اگر این دنباله رو در واقع اومدیم دیدیم، این وین‌ها رو اومدیم و دیدیم، این کاملا به ما نشون میده که این پلاکی که داریم می‌بینیم پلاک دیمایلیشن که از مثلا عروقی نیست، واسکولار نیست. خب باز در اینجا اینا پلاک های تیپیک هستن، جوکستا کورتیکال رو اومده و درگیر کرده، پریونتریکولار رو درگیر کرده. نمایی که اینها میان اینهانس میکنن بسیار مهم هستش. ما در اینهانسمنت میتونه زاویه خیلی کوچیک بیاد اینهانس بکنه، نقطه‌ای بیاد اینهانس بکنه، میتونه اگه زاویه ما بزرگ و توموفکتیو باشه مثلا اوپن رینگ بیاد اینهانس بکنه. اگر ما اوپن رینگ اومدیم و اینهانسمنت رو دیدیم، خیلی به نفع اینه که ما تشخیص ام اس رو بذاریم. گاه هم ممکنه مثل این نودولار اینهانسمنت بیاد به ما بده. البته در نودولار اینهانسمنت حواسمون باید باشه با متاستاز اشتباه نگیریم. بوده کسی بوده که مثلا متاستاز بوده، به من ریفر داده شده، متاستاز برست بوده و این اومده بود کوچیک کوچیک نودولار اینهانسمنت اومده بود داده بود، عدد بود البته، و بعدا متاسفانه متوجه شدیم این متاستاز برست کانسر به برین هست و در واقع ام اس نیست. پس نودولار اینهانسمنت باز یکی از اینهانسمنت هایی است که ما در ام اس میتونیم ببینیم، ولی حواسمون به تشخیص های افتراقی باید حتما باشه. درگیری کارپوس کالوزوم برای ما بسیار مهمه. نگاه بکنید در اینجا کارپوس کالوزوم درگیره. در نمای اول تیوان ما درگیری کارپوس کالوزوم رو نمیبینیم چون با مایه سی اس اف اومده و یکی شده و در واقع دیده نمیشه، ولی وقتی در نمای فلیر میایم و دقت میکنیم وسطی، کاملا فلش رو اگر ببینید درگیری کارپوس کالوزوم هست و همین به خوبی در نمای ساجیتال ما این درگیری کارپوس کالوزوم خودش رو میاد نشون میده. پس چیزی که برای ما خیلی مهمه غیر از تیتو، ما فلیر رو میبینیم و جایی که خیلی به ما کمک میکنه کات ساجیتال هست. حتما کات ساجیتال رو بیاید نگاه بکنید و خیلی وقتا تو کات ساجیتال هست که این تشخیص گذاشته میشه. گاهی هم پلاک ها ما میبینیم نمیتونیم بگیم این پریونتریکولار هست یا نه، میایم کات ساجیتال رو میبینیم، کارپوس کالوزوم رو میبینیم، ولی میبینیم که بر کارپوس کالوزوم عمود نیست و همینجا به ما کمک میکنه که بگیم ها این دیگه دیمایلیتینگ نیست و ممکنه علل دیگه مثل عروقی داشته باشه. خب یک چیز دیگه که به ما خیلی کمک میکنه و به این نما باید دقت کنیم، سنترال وین سانه. من عرض کردم
نگاه بکنیم، برگردیم به این عکس. عرض کردم که ضایعات میتونه، یعنی ضایعات ام اس، پلاک های دیمارینیتینگ در اطراف ونول ها میاد شکل میگیره و اینجا اون دنباله ونول رو اومدیم و دیدیم و گفتم که باید توجه بکنیم گاهن که این دنباله رو میایم میبینیم، خیلی این به نفع اینه که ما با یک ضایعه دیمارینیتینگ در واقع روبرو هستیم. اما در اینجا شما چیزی رو که دارید میبینید اینه که وین ما، اون ونول ما دقیقا در مرکز این پلاک قرار گرفته، یعنی اون جایی که اومدن و اینو بزرگ کردن و اون زایه رو بزرگ کردن اومدن نشون دادن، شما ونول رو به شکل یک هایپو اینتنسیتی خطی در وسط پلاک میایید میبینید، به این میگن سنترال وین سان و خیلی خیلی به شما کمک میکنه که تشخیص ام اس رو بخوای برای بیمار بذارید. مشکل سنترال وینسان اینه که معمولا در تسلاهای بالا دیده میشه، اما من چندین تا مریض داشتم که با هم 1.5 تسلا اومده بودن و MRI به عمل اومده بود، من این سنترال وینسان ها رو در اینها دیدم. پس توجه به این نکته هم خیلی مهمه، فقط پلاک رو نگاه نکنیم، دنباله پلاک رو ببینیم، آیا به دنبالش این ونول ها رو ما میبینیم، آیا وسط پلاک رو ببینیم، آیا اون سنترال وین رو ببینیم، این سنترال ونولی که در واقع به اطرافش اون پلاک های دیمارینیتینگ اومده و اتفاق افتاده. خیلی ساین جالبی هست. خب یک چیز دیگه که ما در مگنیمز گفتیم، خیلی عذر میخوام، یک چیزی که دیگه که در مگنیمز گفتیم، گفتیم در مگنیمز 2016 و بعد کرایتریای جدید MS در سال 2017 که آلن تامسون چاپش کرد، ضایعات کورتیکال اومدن اضافه شدن. نگاه بکنید این ضایعه ضایعه کورتیکاله، کاملا اومده و کورتکس شما رو درگیر کرده. خب به این ضایعه کورتیکال میگن. حالا میخوام این رو هم مقایسه بکنیم، من یه چند تا برم جلو عقب. اینا که تو مفکتیو بود، آها، ما اونجا زاویه کورتیکال بود، یعنی اگر کورتکس رو میدیدیم، حالا دوباره میریم با هم میبینیم، کاملا زاویه در کورتکس اومده بود قرار گرفته بود. اینجا زاویه ما جوکس تا کورتیکال هستش، یعنی کورتکس درگیر نشده، این اومده در کنار کورتکس، در حاشیه کورتکس چسبیده به کورتکس. خب این دوتا باید حواسمون باید باشه، گرچه در کرایتریای مکنیمز این دوتا رو به عنوان یک جایگاه اومده و گرفته، یعنی کورتیکال و جوکس تا کورتیکال رو در واقع به عنوان یک جایگاه گرفته. خب برگردیم به ضایعات خودمون. اینجا نگاه بکنید، این زایه کورتیکاله، کاملا در کورتکس، در وسط کورتکس اومده و پلاک ما نشسته. خب اینجا بیایم نگاه بکنیم، خیلی باز اینم عکس قشنگیه، شما زایعات کورتیکال رو اومده و نشون داده، کاملا اومده قشنگ در کورتکس اومده و پلاک رو اومده و کاملا میبینید و در کرایتریای جدید 2017 در کنار سایر موارد مثل پریونتریکولار، مثل اینفراتنتوریال، مثل اسپاینال کورد، درگیری کورتکس هم به عنوان یکی از جایگاهایی که در دیسیمینیشن این اسپیس به ما کمک میکنه کاملا اومده. خب این یه نمای خیلی جالبی هست، دو تا کیس از این تا به حال گزارش شده، دومیش رو من خودم گزارش کردم. به این میگن کیسینگ لیژن. کیسینگ لیژن حالا چی هست؟ ببینید ما یک حالت ورم لایک لیژن داریم در ام اس، موقعی که مثلا یک شیار مغزی رو شما میایید و میبینید و یه پلاکی از یک طرف شیار شروع میشه، این میاد اینجوری میچرخه میچرخه میره به اون طرف پلاک، یه همچین حالت نعل عصبی میاد ایجاد میکنه. به این میگم ورم لایک، مثل یه کرمی هست که اینجوری انگار که چرخیده از این ور اومده به این سمت. این چیه؟ این کیسینگ لیژن هست.
نمای بی رو بیایید نگاه بکنید، نمایی که بزرگتره. شما یک شیاری رو دارید، دو طرف شیار شما یک زایعه و پلاکی رو میبینن، ولی اون نمای نعلی رو نداره، یعنی انتهای این دو طرف پلاک به هم دیگه نچسبیده. به این میگن کیسینگ ویژن. در دو طرف در واقع شیار اومده قرار گرفته. چه اتفاقی افتاده؟ در یک طرف که التهاب به وجود میاد، اینفلیمیشن به وجود میاد، پلاک ایجاد میشه، این اینفلیمیشن به دلیل مجاوره میتونه اون سمت شیار رو هم بیاد درگیر بکنه، التهاب رو به مننج اون سمت شیار بیاد منتقل بکنه و یک پلاکی هم در اون سمت بیاد چکار بکنه، ایجاد بکنه، که دو تا پلاک اینجوری در واقع در اطراف شیار بیاد قرار بگیره که بهش میگن کیسینگ لیژن. این برای اولین بار این اومد و مطرح شد. بعد از اون من یک کیسی رو من گزارش کردم که در اینجا اگر بیاید ببینید در نمای در واقع سی شما زایعه رو دارید میبینید، دقیقا در اطراف شیار اومده و قرار گرفته، دو طرف شیار رو اومده و گرفته، که ولی ورم لایک نیست، یعنی اون سمتش اینها به هم دیگه متصل نیستن و این هم ریپورت شد و به عنوان کیسینگ لیژن که یک زایعه جدیدی است، یه ترم جدیدی است در زایعات مربوط به ام اس. خب عرایز من در اینجا به پایان رسید. این کورس دوم بحث نورورادیولوژی بود که ما به ام اس، هم ام اس تیپیک، هم به وریانت های مختلف ام اس پرداختیم. انشاءالله در جلسه بعدی ما به شکل مفصل در مورد ام اس میمیکر ها از دیدگاه رادیولوژی پایین پرداخت. اونجا خیلی از این مفاهیم ام اس تیپیک به ما کمک میکنه برای اینکه تشخیص افتراقی بسیار بسیار اهمیت داره. ما در ام اس میمیکر ها غیر از خود در واقع یک نگاه کلی سریع به خود ام اس، NMO رو هم باز دوباره از دیدگاه رادیولوژیک بررسی خواهیم کرد. یک MS میمیکر خیلی مهم هست و بعد زایعات عروقی، میگرن، چه میدونم کاداسیل، اینها همه انشاءالله در مبحث بعدی به صورت مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. اگر دوستان عزیزان کامنتی داشته باشن، سوالی باشن، که بنده در خدمتشون هستم. کامنت ها رو اگر به من نشون بدید. خب آقای دکتر فراهانی فرمودن در مورد درمان واریانت ها با چه دوزی تجویز میکنی؟ سوال بسیار خوبی پرسیدن. ببینید در مورد تون فکتیو ها من بیشتر تمایلم اینه که به بیماران ریتوکسیمب بدم. اگر بیمار ما صرفا یک تومور فکتیو داشته باشه، حملش سنگین نباشه، تعداد پلاک های ما زیاد نباشه، توی اینها میام از یه داروی مثلا اینترفرون ها یا داروهای مثلا جی ای میام استفاده میکنم. داروهای مثل فرزن تایسابری یا فینگولیمود رو به این دلیلی که عرض کردم در تومور فکتیو ها من زیاد تمایل ندارم که بیام بدم. ولی اگر تومور فکتیو من بزرگ باشه، خیلی بزرگ باشه، یا متعدد باشه، یا یک حمله خیلی شدیدی رو در واقع ایجاد کرده باشن، نه، من دیگه توی اینها مستقیما میرم و از ریتوکسیمب استفاده میکنم. تو واریانت هایی مثل ماربورگ یا شیلدر که تکلیفش مشخصه، شیلدر اصلا با سیکلو باید بدیم، ماربورگ هم همینه، کمتر از سیکلو یا ترکیب سیکلو ریتوکسیمب اصلا جواب نمیدن حتما، که اینا من سیکلو ماهانه میام برای بیمار میذارم، هر 6 ماه به بیمار ریتوکسیمب رو در کنارش میدم، واقعا میکشه، یعنی اگر اینقدر شدید ما درمان نکنیم بیمار از دست ما میره. در مورد بالو زیاد پروگنوز رو بد نمیکنه، اتفاقا اونایی که من دیدم پروگنوزشون خیلی خوبه. من معمولا نگاه میکنم به شرایط کلی بیمار، خیلی از بالوهایی هم که دارم همین داروهای اینترفرون و جی او اینا رو برای بیمار گذاشتم و شرایط بیمار کاملا خوب بوده. خب اگر دوستان کامنت ها رو باز بیان نشون بدن. خب اینو که بود، پایین تر اگر تشریف بیارید. بله.
بله خواهش میکنم، خواهش میکنم. دوستان همه لطف دارن. متشکرم. لطف شماست عزیزان. آقای دکتر آل اسحاق پرسیدن جایگاه اسپک در تشخیص MRS احتمالاً نظر آقای دکتر بوده. MRS حقیقتاً بگم زایای تومورال خب خیلی وقتا خوب میتونه مشخص بکنه، ولی خیلی وقتا مثلا دست ما رو نمیگیره، حرفای خیلی پرت و پلا تو MRS زده میشه. حقیقتاً من کمتر از MRS خودم استفاده میکنم، ولی خب در کتاب اومده و به خصوص زایای تومورال میتونه خیلی به ما کمک بکنه، ولی زیاد دست آدم رو نمیگیره MRS. خب آی دکتر کیانی عزیز، پریونتری کارپلات باید حتما بله باید تاچ باید بکنه، یعنی اگر دیدید فاصله وجود داره. این نکته اینجاست، انشاءالله تو جلسه بعدی که مسمی میکره ها رو من میگم در اونجا ما چندین تا از این کیس ها میارم و این گول میزنه. برید بعدن ساجیتال رو نگاه بکنید، خیلی وقتا میبینید که ساجیتالتون کارپوس کالوزومتون اسپیره، حتما باید تاچ باید بکنه. خب خانم دکتر اوسپید عزیز فرمودن فایل وبینار، بله اینها چون به صورت کورس هستن، اینها به صورت کورس هستن خدمت شما که عرض کنم در آخر انشاءالله شرکت نانو الوان در یک دیویدی تقدیم حضور میکنن. آی دکتر کاکایی پرسیدن آیا داوسون فینگر اختصاصی ام اس است؟ به این شکل در ام اس دیده میشه، اما ما زایات مشابهی رو در سوساک داریم یا در ان ام او داریم. اونا یه تفاوتهایی رو دارن، اونا هم درگیری کارپوس کالوزوم رو دارن که انشاءالله تو جلسه بعد اینها و تفاوتش با داوسون فینگر رو من حتما عرض خواهم کرد. چشم حتما آقای دکتر محمدی عزیز بلویش، چشم حتما اینها تقدیم حضور خواهد شد. بله حتما آقای دکتر حکیمی عزیز حتما. خب سایز پلاک ها در تشخیص ام اس تیپیک مهم نیست؟ سایز پلاک ها هم برای ما مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه خدمت شما عرض کنم خیلی وقتا پلاک هایی که در چیز وجود داره، در عروقی ها وجود داره، مثلا میگرن، بسیار بسیار ریز هستن. سایز پلاک ها، اینکه اووئید در واقع باشن مهم هستن، اینکه تاچ بکنن پریونتریکول ما، اینها هم همه اهمیت داره. خب خواهش میکنم، خواهش میکنم. خیلی ممنون هستم از همه دوستان، از همه عزیزان، متشکر. خیلی ممنون از اینکه در یک همچین روزی، روز عید که باید در کنار خانواده باشید، وقت گذاشتید، لطف کردید و حضور داشتید. خیلی خیلی ممنونم. یک سوالی رو بله آیه دکتر معروفی فرمودن که که بیماری دارم انمو از 3 سال که ریتوکسی، ولی هنوز امارای کردش این هست. خیلی کیس جالبیه. ببینید اگر این داره هنوز این هست در واقع میاد میکنه، خیلی حواسمون باید باشه که نکنه تومورال باشه. وقتی که داره ما هنوز پرسیستند این هست رو داریم، حتما حتما باید از نظر زایات تومورال بیایم و رد بکنیم و حتی اگر نیاز باشه باید بیوپسی برای بیمار انجام بشه. اگرچه من یه بیماری دارم از جنوب میاد، همینجوری داره این هنس میکنه و همه کارم کردم، نمیدونم بیوپسی هم شده، همه چی هم خوندن دیمالینیتینگ، ولی کماکان داره این هنس میکنه، یعنی سالیان سال داره این هنس میکنه. ولی خب اگر دیدید که یک زایه داره همینجوری این هنس میکنه، حتما به فکر زایات تومورال حتما باشید. بله که عرض کردم حتما باید از نظر زایات تومورال اینو بررسی کنی، حتی اگه شده برید و بیوپسی هم از بیمار انجام بدید. خب آیا دکتر معتمدیان پرسیدن آیا در MS گرفتگی اعصاب پریفرال دیده میشه؟ نه، اگر در MS شما درگیری اعصاب پریفرال رو دیدید، اینا معمولا میکس هستن. یک ترمی وجود داره کامبایند بهشون میگن lower upper and lower demyelinating lesions
که خدمت شما که عرض بکنم که اینها در واقع یک جور کمبایند هستن، خیلی هم درگیری در اینا، خیلی درمان سخت است. من چندین تا کیس رو داشتم، حتی به طور کلی نادر هستن، وقتی درگیری پریفرال رو با درگیری سنترال. پرسیدن که اگر میشه کورسا در روزهای تعطیل برگزار بکنید، حتما چشم. والا حقیقتا دیگه برای من یه فرصت جمعه هست که اون جمعه هم دیگه من با اختیار خانواده باشم، ولی چشم سعی میکنیم که در ایام و در جا وقتایی بذاریم که حتما عزیزان بتونن تشریف داشته باشن. خواهش میکنم جناب استاد، حضور شما بهترین، استاد اکبریان عزیز حضور شما بهترین، واقعا عیدی واسه ماست. ما هرچه داریم از زیر سایه اساتید بزرگی مثل شما هست، خیلی متشکر هستم. آیا سردرد رو به عنوان حمله محسوب بکنیم؟ نه، ما سردرد رو به عنوان حمله محسوب نمی کنیم، اما خیلی وجود داره که مثلا پیش درآمد حمله در واقع با سردرد بوده، خیلی این وجود داشته. یا یه مریض خیلی جالبی که من داشتم با سردرد اومده امارایشو زایی توموفکتیو لیژن داشت، توموفکتیو دیمایلینیتینگ بود، ولی خود حمله، خود سردرد به عنوان حمله محسوب نمیشه. اما چیزی که من از استاد طغا یاد گرفتم اینه که استاد میفرماین گاهن در این بیماران، در بیماران MS که سردرد مقاوم دارن، پالس کورتون میتونه سردرد اینها رو در واقع بخوابونه. این چیزی است که من از استاد طغا یاد گرفتم. خب خیلی ممنون هستم، فکر کنم سوالات دوستان به پایان رسید. خیلی خیلی متشکر هستم از همراهی شما، متشکر هستم از شرکت نانو الوند، از شرکت ارکید فارمد برای برگزاری این وبینارها و این کورس‌های خیلی خوب. انشالله ما این کورس‌ها رو ادامه خواهیم داد. از کورس نورو اینفلمیتوری یک جلسه باقی مونده که دیگه کامل بشه. ما جلسه بعدی در مورد عدم در کورس نورو اینفلمیتوری، منتها کورس نورو رادیولوژی ما ادامه خواهد داشت. انشالله در جلسه بعد ما MS میمیکر ها رو بحث خواهیم کرد و خب خیلی مفصل تر خواهد بود از این جلسه، چون طیف خیلی وسیعی گسترده از بیماری ها رو شامل خواهد شد. خیلی خیلی متشکر هستم، خیلی ممنون هستم از حضور شما. انشالله که آخر هفته خوبی داشته باشید. مجدد عید رو به شما تبریک میگم. جلسه بعدی زمانش رو حتما اعلام میکنم به شما، حتما به شما اعلام میکنم. و یک کورس خود نورورادیولوژی رو هم کامل دیگه، اون برنامه کاملش رو هم برای عزیزان، اساتید و دوستان ارسال خواهد شد. خیلی خیلی متشکر هستم، روز خوبی رو برای شما آرزومندم. مجدد عید رو تبریک میگم. ان شاء الله همتون خوش و خوب و سلامت باشید. قربان شما.